خب اول که موسیقی خودمون خیلی دوست دارم، به خصوص همین سنتی خودمون، به پاپ و نمیدونم چیزای دیگه زیاد علاقه ندارم، مگر اینکه چیز خاصی باشه که واقعا ارزش داشته باشه. ولی موسیقی کلاسیک رو خیلی دوست دارم، غربی. البته اونم برای یه چیز خاصی داره، نه مثلا همش رو که بعضیش آخه مثلا خیلی خسته کننده است. خب قبلا هم ما تو ایران ارکستر سمفونیک، ارکستر خارجی داشتیم میمدن، خب دوست داشتیم میرفتیم، بلیط میخریدیم میرفتیم کنسرت واقعا. ولی وقتی نباشه دیگه کم کم آدم ازش دور میشه. و موسیقی شرق هم خیلی دوست دارم، کلا هندی و افغانی اینا رو دوست دارم خیلی. بله خیلی قطعات هم بوده. شما اگه آلبوم خجسته رو گوش کنین، تکنوازی سنتور، خیلی قطعاتش هست که من عاشقشم و هر چی بشنوم سیر نمیشم. ولی همین چند تا تصنیف آخرم که من ساختم از کجا پیدا شدی؟ یکی از تصنیفام هست، شعرش مال استاد فکورزاده است. این شعرش خیلی زیباست، خیلی قشنگه. مثلا این کار رو خیلی دوست دارم، یا همین کار آقای خلج، شعر ایشون، این قطعه رو خیلی دوست دارم. یه قسمتش هست که شعرش هم خیلی زیباست، ملودیش خیلی بهش میخوره، یعنی هر دفعه میشنوم اشکم میاد وقتی میزنیم. یا یه تصنیف دیگه ساختم تو ابوعطا، شعرش مال استاد خرمه، خرم قزوینی. یه قسمتش آخرش من همیشه با خواننده میخونم، یعنی یه جاهایی رو نمیتونم نخونم، با خواننده میخونم. میتونم براتون الان بزنم؟ بله بزنید. اینجاش خیلی قشنگه، اصلا گریه هم میگیره. ضمناً من توضیح بدم که ما این کنسرتی که میخواییم بدیم باز یه کار ابتکاریه. من میخوام شور و متعلقاتش رو کنسرت بدم، یعنی با یه تصنیف شور شروع میکنیم، بعد میریم ابوعطا، تصنیف ابوعطا، تصنیف، یعنی به ترتیب چیزای شور که چهار تا آواز داره، متعلقات شور، ابوعطا، بیت ترک، افشاری، دشتی. یعنی این چهار تا تصنیف رو اجرا میکنیم، بعد با تصنیف که شعرش مال آقای خلج هستش تموم میکنیم که باز شور هستش. یعنی میخواییم شور و متعلقاتش رو اجرا کنیم. حالا این تصنیف ابوعطا هم باز یکی از اون تصنیف هست که تو کنسرت اجرا میشه، که حالا از هم آخرش بزنم بگیر که خیلی دوست دارم. یه ذره فقط آواز میزنم که بریم تو فضای ابوعطا. که سفر کنی نکردی که سفر کنی نکردی.
من فکر می‌کنم که باید همون روش قدیم باشه، ولی خب برای یه سری ابتکاراتی هم بودم داشته باشه. چون الان من می‌بینم در همین زمینه سنتور خب خیلی فرمای مختلف میرن کار میکنن، اصلا موسیقی سنتیمون هم نیست. خب میان مثلا یه سری کار آرپیج میکنن، مدرن در واقع کار میکنن، سخت هم هستش اتفاقا و خیلی هم زیباست، ولی مثلا موسیقی نیستش که نسل به نسل اومده باشه، سینه به سینه اومده باشه. موسیقی سنتی ما نیستش، ردیفی ما نیستش. این مسئلهش جداست واقعا، اون ذوقیه دیگه، هر کی میره دنبال اونا، ولی به جاش زیبا و قشنگم هستش. من هیچ نفع نمی کنم اونا رو، هر کسی به هر حال سلیقه خودشو داره. در زمینه تدریس من فکر می کنم که اگر که همون چیزایی که استاد قبلی ما بهمون دادن ما به نسل جدید بدیم، لااقل موسیقیمون رو نگه داشتیم و من اعتقاد به این هست دارم. البته باید یه سری ابتکارات به خرج داد، یه سری نوآوری باشه، یه سری تازگی باشه، ولی اصل همون باشه. من خودم در تدریس خوشبختانه تمام شاگردام، به خصوص اونایی که بچه‌ای که از هنرستان مثلا فارغ التحصیل شدن، خیلی الان تو همه جای دنیا دارن درس میدن و همین جام که هستن جزو نوازنده‌های خیلی خوبن. برای اینکه خودم اعتقاد داشتم که موسیقی ما باید با حس باشه، با احساس باشه. مثلا وقتی سر امتحان بچه‌ها امتحان میدادن، حالا من نمیخوام بگم معلمای دیگه مثلا نحوهشون درست نبوده، ولی اون حس تو کارشون زیاد نبود. بچه‌ها میدن خوش ساز میزدن میرفتن، ولی مثلا من شاگردا رو از اول بهشون نوانس میدم، یا مثلا این مضراب میخوای بزنی اینو کم شده بزن، اینو مثلا قوی بزن، بزن سازت احساس داشته باشه، و این همجور بزرگ میشن، یعنی اصلا اون سال اول. و این خوشبختانه در شاگردای من هست، یعنی هر جای دنیا بزنن کسی منو بشناسه میدونه شاگرد منه، به خاطر اون حس موسیقیمونا. یعنی موسیقی سنتی ما همش احساسه، باید اینو توش پیاده کرد. بنابراین این خیلی مهمه که موسیقی حس داشته باشه توش، فقط خشک خالی نباشه. ما بیایم فقط ردیف خالی رو بزنیم یا یه سری چیزای تکنیکی بزنیم، حس نداشته باشه، این خیلی مهمه. خب ببینیم، مثلا من زمانی که جوان بودم خب زمانمون فرق میکرد، خب موسیقی خیلی آزادتر بود، شرایط اصلا خیلی فرق میکرد، ولی امکانات الان نبود، این سیستمی که الان هست خب نبود دیگه، با همون رادیو اکتفا میکردیم، بعدش تلویزیون اومد. خب همون دوره مثلا ساعت 8 من یادم میاد هر شب تلویزیون برنامه فرهنگ و هنر داشت، مثلا یه شب ارکستر دهلوی بود، یه شب ارکستر آقای پایور بود، یه شب باله نشون میدن، یک شنبه ها مثلا چیزایی مثل باله و اپرا اینا نشون میدن. منیر وکیلی یه برنامه داشت که یادم میاد دقیقاً چیزای کلاسیک اینا رو نشون میدن. خب اون موقع مردم میدیدن موسیقی رو از تلویزیون، خب میشناختن. الان مردم نمیشناسن، حتی سازا رو نمیشناسن. خب معلومه که نسل بعد که خورد به انقلاب که هیچی، اونا هم با سختی‌های خودشون رو داشتن که خب یه زمانی ساز هم اصلا جرأت نداشتن تو خیابون دستشون بگیرن، میشکستن. تو خونه‌ها جرأت نداشتن داشته باشن. خب اون دیگه خیلی بدترین نسل بود. بعدش هم که حالا به ما هم که خورده، ماها خب چون از قدیم کار کردیم، الان خب یه مقدار تجربه کسب کردیم، خب میتونیم به هر حال تدریسمون رو داشته باشیم، چیزایی که به هر حال طی این سال‌ها یاد گرفتیم پیاده کنیم. به نظر من خیلی تفاوت هستش. متأسفانه حمایت نکردن از موسیقی سنتیمون الان خیلی کنار رفته. الان متأسفانه طرفدارای موسیقی پاپ خیلی بیشتر از موسیقی سنتی و ردیفی ما هستن، و البته خود سیستم هم راه نمیده دیگه. اگه بیان بیشتر از ما حمایت کنن، الان من نوعی، من دارم این همه کار میکنم با همه مشکلات، یه نفر نشته بیاد بگه خب باری کلو مثلا خب بیا ما کمکت میکنیم، شما بیا بازم کار کن، آهنگ بساز، بازم کنسرت بده، بازم تدریس کن، بالاخره حمایت هم کنن. هیچ کس نمی کنه،
من هر کاری کنم خودم دارم میکنم. اگر این حمایت میشد موسیقی ما خیلی پیشرفت میکرد، خیلی بیشتر خودشو نشون میداد. ولی فعلا موسیقی پاپ اومده یا چیزای دیگه رپ و نمیدونم چیزا اینا اومده، خب جوانام طرفدار اینا خیلی کم پیدا میشه که جوانای ما برن دنبال موسیقی سنتی. هستن ها ولی کمن، بیشتر پاپ میرن. روند موسیقی ما متاسفانه شده شیر تو شیر، یعنی هر کی هر کار دلش میخواد میکنه. الان اینجوری شده هیچ کی نیست نظارت کنه. موسیقی سنتی آنچنان چیزی که بگیم یه اثر فوق‌العاده خلق شده که ماندگار باشه مثل قدیمی ها، اینا آنچنان نبوده. خوشبختانه همین مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، مثلا هنرمندایی که مال شهرستان ها هستن، اینا رو خیلی ازشون حمایت میکنن. حالا دیدیم که بعضی گروه هم هستن که مثلا میرن یه تحقیقاتی میکنن، یه سری کنسرت های محلی میدن. اینا هم خب خیلی به نظر من قشنگه. موسیقی نواحیمون محلی ها خب خیلی قشنگه، به خصوص مثلا مال شهر کرد، لوری، کردی، اینا همش خیلی زیباست. من خودم با یه خواننده مال شهر کرد کار میکردم، یه سری تصنیفاشونو گفتم بیارین چیزای محلیتونو، من نشستم روش تنظیم کردم، خیلی کار زیباییه، خیلی قشنگه. البته متاسفانه خواننده فوت کرد، نتونستیم کنسرت بدیم، ولی خیلی چیزای زیبا دارن اینا. اگر واقعا میرفتن اینا رو پیدا میکردن، این حمایت میکردن ازشون، بیشتر میذاشتن مردم موسیقی گوش کنن، خب خیلی تاثیر داشت. به اینا همه به هم ربط داره، اینا هر کدومش حمایت بشه ما خیلی غنی هستیم در موسیقی. یعنی هر نواحیمون یه جور موسیقیش، خیلی چیز کارهای قشنگ داریم، خیلی میشه روش کار کرد. اصلا الان همین آلبوم بوی پرچین مال من که خیلی سال پیش من اینو انتشار دادم، یه کاریست الهام گرفته موسیقی محلی نواحی مختلف، از خراسانی گرفته، شمالی گرفته، کردی گرفته. من چیزی که مثلا به ذهنم میمد و بلد بودم، به هر حال سعی کردم یه کار سنتی محلی انجام بدم. خب این یه کاره، اگه 10 نفر دیگه هم بیان یه همچی کاری بکنن خب قشنگه دیگه، ولی نمیشه دیگه به اون صورت. بعدم خب دیگه خودتون شرایط رو میدونین دیگه، اونجوری از موسیقی حمایت نمیشه که بیارن مثلا برن شهرستانا آنچنان تحقیقی بکنن نوازندهای خوب یا خواننده. مثلا ما اینقدر جوانای خواننده خوب داریم، چه مثلا چه صداهایی دارن، چقدر اینا میتونن کمک، مثلا بهشون کمک بشه برن یه خواننده خوبی بشن، ولی خب متأسفانه کسی اینا رو نمیره حمایت کنه دیگه. در هر رشته کلن کسی که زحمت کشیده باشه، عمرشو گذاشته باشه و با عشق و علاقه کار کرده باشه، این باید بهش بها داده بشه، باید قدر هنرشو بتونن، قدر سالها زحمتی که کشیده، به هر حال این همه وقت گذاشته، ممارست کشیده و اینو باید بهش بها داد. هنرمند وقتی ببینه ازش حمایت میشه، ببینه که یه جایگاهی داره، وجود داره، خب میدونین چقدر باعث زنده بودنش میشه، باعث میشه که بازم بتونه کار کنه. مثلا من نگم که حالا من 60 سالم شده پس دیگه کار نکنم، حالا نه، اگر من کار بکنم حمایتم بشم احساس جوونی میکنم، بنابراین میتونم خیلی کاره با ارزشی خلق کنم. بنابراین خیلی مهمه که به یه هنرمند بها داده بشه و یه جایگاه خاصی براش داشته باشن. نه، به نظر من همین دستگاه‌هایی که ردیفی که ما کار میکنیم خیلی کارا میشه توش کرد، منتها ما نداریم به اون صورت، سازنده نداریم، اون کسی که بره مطالعه کنه بره دنبالش ما نداریم متاسفانه. بعد خب میگن تکراریه، برای چی تکراری باشه؟ شما بیاین کار منو گوش کنین، یکی دیگر گوش کنین، یکی دیگر گوش کنین، هر کدوممون یه جوریم، هر کدوممون یه کار داریم میکنیم، منتها بعد بشینن خب روش مطالعه کنن، کار کنن. خود من مثلا تنوعی که تو کار ردیفی دادم اینه که از هر گوشه‌ای ایده گرفتم، از اون ملودی استفاده کردم، یه چیزی توش ساختم، حال و هواش همونه ولی اون نیستش. یعنی خیلی ها میتونن این کار رو بکنن دیگه،
ولی خب باید مراقب باشن که مثلا از یه جای دیگه سر در نیاره، نه همون باشه. به نظر من موسیقی سنتی ما اینطور نیست که بگیم غم انگیزه، هر طور میتونه باشه، اصلا اینطور نیست. حتی تو دشتی، تو همایون که میگن مثلا یه دستگاهی که مثلا غمش زیاده چیزای شاد هم میشه اجرا کرد، اصلا اینطور نیست. من خودم تمام کارام همینه، تو دشتی هم قطعه شاد دارم هم غمگین دارم. اینطور نمیدونم معرفی شده، وگرنه ما موسیقیمون اصلا غم انگیز نیست. این همه آهنگای شاد داریم، این همه رنگای قدیمی شاد داریم، ولی نمیسازن دیگه. یعنی بعد سازنده بیا چیزای شاد بسازه، نمیشه دیگه، برای چی بسازیم؟ بعد شاد باشیم که شاد بسازیم دیگه. موسیقی ما شد جهانی نمیشه. خب برای که معرفی نمیشه، ما موسیقی نداریم. وقتی تو مملکت خودمون ساز و نشون نمیدن از تلویزیون، من جرأت ندارم مثلا برم ساز بزنم کسی منو ببینه یا خانما رو بخوان نشون بدن. خب دنیام نمیشناسه دیگه، وقتی مردم خودمون نشناسن چجوری دنیا بشناسن؟ نه من که همین کار هنری یعنی سنتی خودمونم انجام میدم، هیچ تأثیری بر من نداره که من بخوام مثلا از اونا ایده بگیرم. آخه ببین اینجا چند دسته هستش. کسی که مثلا موسیقی پاپ دوست داره، خب موسیقی سنتی دوست نداره، برای همین رفته طرف اون. من چجوری میتونم اینو جذب خودم کنم؟ خیلی شاگردا داشتم میمدن خب موسیقی سنتی رو میخواستن شروع کنن، بعد میدن میدن نه دوست ندارم، میرن با سراغ همون اغرب یا گیتار میزنن یا کیبورد میزنن، مثلا یه چیزایی که برای مثلا اونجوری دوست دارن. ولی خیلی جوانام هستن خب میان موسیقی سنتی دوست دارن. شاید من دارم به محض که مضراب دستم میگیرم بزنم گریه میکنه یا احساساتی میشه، همشون میخوان که من سر کلاس برشون ساز بزنم. خب اینا دوست دارن، اینا رو آدم لذت میبره، اینا رو من اثر میذاره. میگم چقدر خوبه که الان جوانایی هستن که یا بچهای کوچیکی میان مثلا سنتور یاد بگیرن. خب این برای من خیلی مهمه که اینا به این سن مثلا دوست داره موسیقی مملکت خودش رو یاد بگیره. والا برنامه روزانم که به هر حال شلوغ، خیلی کارهای مختلف دارم. از جمله خب به هر حال من در درجه اول یه خانم خونم هستم دیگه، مسائل خانواده هست، خونه، تدریسم و به هر حال کار گروهی اینا هستش، ولی باز اونقدر که میخوام نمیتونم به کار موسیقیم برسم. یه مسائلی پیش میاد که واقعا آدم میبینه یه روزم برای خودش نداره که مثلا من بشینم فقط وقتم بذارم برای موسیقی. تازه ما گروهمونم که تمرین داریم، اینقدر همه اعضای گروه خودشون گرفتارن که ما معمولا از 8-9 شب به بعد میذاریم. یکیشون از قزوین میاد، همه راه‌ها دور تو ترافیک، واقعا یعنی مشکلات خیلی زیاده. خب میان اونا میخوان تمرین کنیم، بعد دیر میشه، میخوان برن، همه این مشکلات هست. ولی با همه این مسائل ما کارمون رو انجام میدیم. ولی خب هیچ وقت مثل که نمیتونم تالار وحدت برنامه بذارم که برای یه عده زیادی بیان برنامه رو ببینن، چون مسئله مالی داره. ما فرهنگسر ارسپاران اغلب گذاشتیم، قراره برای مؤسسه پیشکسوتان بذاریم، ولی اگه اونجا سالونشون آماده نشه فرهنگسر نیاوران میذاریم. موسیقی به من عشق زندگی داده. شما هم موسیقی چی داری؟ بالا نمیدونم، ولی آثاری که خلق میکنم خیلی حس توش داره. یعنی این چیزیست که دیگران به من میگن. یه حس هم غم داره توش، هم شادی داره، هم عشق داره، هم از تای دل در اومده. اینا رو اینا که میشنون به من میگن. برای یه رشته هنری میرفتم، البته من مهمونداری رو هم خیلی دوست داشتم. دوست داشتم که هم مهماندار بشم، مهماندار هواپیما زمان بچگی. یکی هم که به ساختمان خیلی علاقه مندم، هر ساختمان قشنگی ببینم زیبا باشه شدم
رفتم مثلا مهندس ساختمان میشدم نمیدونم. میگم من از بچگی خیلی نقاشی دوست داشتم. مامانم یه اتاق منزل و خیاط خونه کرده بودن و لباس میدوختن. من نقاشیم اینقدر یعنی خوب بود که مدل میکشیدم و مثلا مادرم مثلا تو اتاق به عنوان یه نمونه. بنابراین هم نقاشی میکردم، هم طرح‌های مختلفی، هم از نظر مو، از نظر لباس، اینا رو از بچگی طراحی هم دوست داشتم که بعدش هم که دیگه رفتم اصلا شد رشته موسیقی، نقاشی رو گذاشتم کنار. البته خب من چون از بچگی رفتم تو رشته موسیقی دیگه باید ادامه میدادم، ولی اگه یه همچی شرطی هم برام پیش نمیمد فکر میکنم که باز همین موسیقی میرفتم. البته من فکر میکنم برای همه لازمه، یعنی هر کسی هر رشته ای که کار میکنه ولی باید در کنارش موسیقی هم کار کنه، چون بر روح انسان ها لازمه. واقعیت خودم بگم، کلن من یه آدمی هستم که اولا خیلی دره، خیلی نه نمیتونم بگم، یعنی باید هرکی ازم میخواد من مثلا راضیش کنم، به خود مثلا از نظر مالی سعی میکنم اونطور که بتونم کمک کنم. در زندگیم سعی کردم به حال اون نمیدونم اون صداقتی که باید داشته باشم داشته باشم. کلن از دروغ متنفرم، دروغ نمیگم، ولی یه وقت ممکنه مصلحت‌آمیز مجبورشم بگم، ولی واقعا از دروغ بدم میاد و نمیگم. آدم مادی اصلا نیستم، هر چی دارم خرج میکنم و کمک میکنم و اصلا نه حساب بانکی دارم نه پولی جمع میکنم. به خدا خیلی اعتقاد دارم و به هنرم خیلی علاقه‌مندم. خدا رو شکر میکنم که خدا به من این هنر رو داده که بتونم ادامه بدم، بتونم روش کار کنم، روش تمرکز کنم و یه چیزیست که من بهش دل بستم. به بچه هامو خیلی، نوه هامو، دامادامو، عروس که ندارم، همه رو خیلی دوست دارم و همیشه آرزو سلامتی براشون میکنم. من میگم اول انسان باشن، اول سعی کنن یه آدم خوبی باشن، یه آدم مفیدی باشن، یه آدم سالمی باشن، بعد اگر میخوان که هنرمند باشن، هر کاری میخوان باشه، ولی اول انسان باشن.